دوستای عزیز، امیدوار هستم که جور صحتمند باشین. عبدالله امیری هستم، به چینل امیری خوش آمدین. و امروز میخوایم که با یکی از برادرایم، دوست نزدیکم حامد جان، کمی صحبت داشته باشیم و راجع به یک موضوع خیلی اساس و موضوع جالب همراهتون صحبت کنیم. و او همی مسیر رسیدن حامد جان به اقامه در سویدن که چه قسم بعد از مشکلات و چالش ها تانست به قبولی دائمی دست پیدا بکنه، چقدر زحمات را کشید و ای گپا را از خودش میشنویم. و من خودم شخصا شاهد ازی هستم که حامد جان بسیار مشکلات در سویدن کشیده تا ای که تانست قبولی را به دست بیاره. امید خود از دست نداده بود و میره میخواییم بهتر از زبان خودش بشنویم که اول کدام قبولی را گرفت و چرا برش منفی دادن و بعد از کدام کارهای را انجام داد. اول خود را معرفی کنه حامد جان. من سلام های خود تقدیم میکنم به دوستای عزیز. نامم حامد هستم. امروز بسیار خوشحال هستیم با عبدالله جان در یک مسئله بسیار مشکلات عمده ای که در زندگی مواجه شد، ولی من فکر میکنم کسی که در سویدن مواجه میشه و غیر کشورهای دیگه، اینجا در کل سختی است بسیار زیاد. در ابتدا که در کم برو اونجا بشه اینجا بشه و به حساب بسیار مشکلات ها آدم زیر پای میکنن تا از فامیل دور باشه و این درخواست پناهندگی بسیار وقت میگیره. من از اول اینجا من 2015 تا 2017 همونجا انترویو خود دادم، باز اداره مهاجرت برای من جواب داد نگاتیو، یعنی آبسلاک داد برای من. امون رقم 7 دانه تا 2018 یا تا 2019 من آبسلاک از یا گرفتم 7 دانه بار. بعد از این یک قانون آمد به نام جمناسیالاگ در سویدن. جمناسیالاگ نه بازدمی کلگی میخواست، کلگی هم نفرهایی که به حساب از سندشان از این مشکلات کیسشان که منفی گرفته بود، بازدمو مشکلات درخواست پناهندگی به شکل درسی در مکتب داده بود. بعد از دو سال، تقریبا دو سال که مکتب خواندیم، باز یک دو دفعه قبولی 13 ماه ما را داد. بعد از این قبولی 13 ماه که تیر شد، بعد از این من کار فست، کار دائمی یعنی پیدا نمیتونستم و به حساب یک آفسلاک از این گرفته بودم که یعنی همون زمانی که برای مکتب. چرا مثلا برای آفسلاک یا رد میداد؟ هدفشان بعد از اینکه 13 ماه برات قبولی داد و بعد از شما که تمدید کردین به اقامه، بر شما چرا هدفشان چی بود؟ چی میخواستن از شما؟ همی هدف از او همی بود که به حساب یک تعداد مهاجرایی که در سویدن یا کشورهای دیگه مختلف مهاجر شدن، اونها که آمدن باز یاش یک تعدادش به حساب در سند خرد آمدن. بله بله. باز وا کل دیدمی سویدن و یک کشورهای دیگه داخل شدن در سندهای خود، به می یک تیپ 16 یا 17 دمون تایم گفتن. به می خاطر امی هیچ اداره مهاجرت در سر کس اعتبار نمیکرد که به حساب تمی سند داره. یا اگه پاسپورت می داشتیم هیچ کدام سر از حساب نمیکرد، تاثیری نمیکرد سوالای کیست و غیر چیزهای دیگه هم اگه می داشتی به حساب اکسپتیر نمیکرد و می فهمید که فقط یا کل از یادم یک روز پیدا شده یا به حساب نه دقیقا نه در اون یک رقم. بعد از این که این گپا خلاص شد و 13 ماه گرفتیم، بعد از 13 ماه که منفی گرفتم به می خاطر باز دمی گپ که من کار دائمی نداشتم، باز من جاب منفی دادم. خب باز این جاب منفی که من گرفتم از این، بعد از این من یک وکیل باز گرفتم در باره از این، گفتم باز این یک جستجو چرا که من در این باره گرفتم. یعنی اداره مهاجرت می خواستن که بعد از اقامت 13 ماه شما قرارداد کاری دائمی داشته باشین که در سویدن به نام فستنستلنینگ میگنش یا هلتید، از او شما داشته باشین که برای شما در مدت
یعنی دوستا در 13 ماهه اولی که برای همی جوان ها اقامه میتن در 13 ماه بسیار مشکل است برای خود کسی کار فست پیدا بکنه. حتی برای سویدنی ها کسایی که در این کشور تولد شده پیدا کردن کار فست یا کار عادی نیست. باز چی خواستا برای کسی مهاجری که برای چند سال بیش نمیشه در سویدن آمدن چقدر یعنی به مدت کم بتونه اقامه دائمی ببخشین کار دائمی برای خود بگیره که یک چیز مشکل است غیر ناممکن است. اما شما با وجود از این خب میشه ادامه که بعد از این که یافسرا گرفتم وکیلم گفته که در این باره که به می خاطر تره به خاطر می سندت که صابر در می منفی داده هم در این باره و هم در این باره دیگه که تو کار دائمی پیدا نکه به خاطر کرونا ویروس یکپ آمده بود بسیار کار بریست بود اصلا کار کم بود و می خاطر هیچ کس شرکت ها به کس کار فست نمیداد. اگر می دادم من به حساب تیم لون و به حساب تیم انستلنی و سامن حتی همون کارمندایشان که از خودشان بود و فست داشتن اونا را خانه به 40% و حتی در زیادتر کمپانی ها همون کلمه وشله یا تمامشان خانه نشین ساختن دیگه در اون وقت دیگه برای شما کار پیدا کردن خیلی مشکل بود. بسیار مشکل بود و یکی در اون ابتدا و کارم پیدا نمی شد ما دمی یک جایی که مخصوص برای می عباس بندنگ میگم ما اونجا سرکه کرده بود اداره کار بود. تیپسی ما برای همین کسایی هست کسی که عباس لوس هست و اید کار پیدا نمی تانه و خانه ششته بقید راست در سر عباس و میلنگ برای اونجا عباس و میلنگ شاید در می درجه تر کمک نتوند برمی یک دفعه ولی ارتباطای تو قدر بسیار نفرها زیاد میکنن یا در اونجا یا در اونجا یا در اونجا یا اون نفر برای تو درجه زنگ نمیزنن خوب. که تو بری اونجا انتریو بیتی و کار درجه فستنستیل شد و خلاش بیای ولی وقت میگیره تو که اون نفر شاید دفعه اول بگه نه ما کار ندارم ولی باید بیشی منتظر یک ده پانزده روز بود باز برای زنگ میزنم برگشت که برای خود محیط شدم. زمانی من کار فست پیدا کردم در طبی و این کارم بسیار دور بود بله. به می خاطر من میخواستم که این کار برای من تیریگری هم میداد فست خب من نمیخواستم به خاطر که رایش دور بود. تو فکر شب بکن که از خانه من چارنیم به جسوی از خواب میخواستم تقریبا تا ساعتی پنج یا پنج و نیم شش بجم همیشه وقت من دمی را و گشت و برود یعنی شام می آمدم تاریکی خانه خود دینمی ابتدا بسیار دمو کار خودم حاکم کردیم و رفتیم اموجا تا که او دادک فست بعد از این ما خودم بسیار دپریمیره شدم در این مشکلات بسیار وزم خراب شده وضعیت رینی و از کل چیزا مگر من ایمت خود دست نداده بودم دمو زمانم می گفتم هر زمان که آدم بخواه میتونه ولی وقت میگیره باید آدم چند بار درخواست کردی که تا که کار فست به دست آوردی؟ تقریبا 70 بار. 70 بار؟ در مدت چقدر وقت دمی 70 بار؟ یعنی 70 انسوکنین کردی به کار؟ دمی یک بار همی بار تابستان یک تابستان یعنی فکر کن که هم از سر تابستان که شروع شده بود تا آخر تابستانه من 70 دانه کار سوکه کده بود دمی تابستان یعنی 70 بار. دوستان من یک چیز براتون بگیم که حامد جان یک بچه بسیار با استعداد است در درس در ورزش و در زبان سویدنی یعنی یادم از حامد جان من در سال 2015 در زمستان ما معرفی شدیم در مو وقت سویدنی را یاد گرفته بود و مشکلات خود حل میکرد در حساب ورزش و در مکتب همچنان در وقتی که قبولی نداشت اما تانسته بود از طریق مکتب اود بیلدینگ کوک اود بیلدینگ یا اود بیلدینگ آشپزی را بخونه و اونمو اود بیلدینگ دوستا کمک کردش تا ای که دمی جای یک مکتب کار فست بر خود بگیره. دیگه واقعا افتخار است بر ما و میخواهیم که جوانا همین ویدیوی هم که برای شما گرفتیم اینمی است که حامد جان از امی مسیر زندگی خود برای شما قصه بکنه که یک موتیویشن یا یک انرژی بده به جوانان. من میفهمم که بسیاری از افغانای ما در اینمی شرایط موقعیت دارن که ناامید هستن اما امید خود از این ندارن. حامد جان 70 بار انسوکه کرده بود به کار و من حامد جان دیده بودم که از ورزش مانده بود از یاد
سرگرمی هایی که یک جوان ضرورت داره، مثل ورزش، مثل دیدن دوستا. از این مانده بود به این که تمامش تلاشش اینمی بود که یک کار بر خود پیدا بکنه که به فامیل خود کمک بکنه و به سرنوشت و آینده خود جور بکنه، که الحمدلله تانست که به می هدف خود برسه و همون مشکلات که تقبل شدی هم مسیر آسان نیست دوستا، هم فیزیکن بر انسان یک ضربه می رسانه هم روحن. اما امید خود که از به خداوند از دست نده، تا آخرین لحظه خود کوشش بکنه که خود تامجان کردی. ایش باده امید خدا باید آدم به دست نده، توکل خدا به خدا کنه. همه قسمی که هر مسلمان های دیگه به حساب از کشورهای دیگه کشورهای اروپایی مهاجر شدن قبولیشون میگیرن، ولی بسیار در مشکلات، ولی باید آدم ایج باده خدا دست نده و همیشه وقت فکر کنه که خدا امرایش هست و همیشه دعا کنه. فقط تنها چیزی که آدم میتونه در اینجا پیش بره غیر دعا و هیچ چیز دیگه آدم نمیتونه کمک کنه. در فکر من خودم فکر میکنم که هر کسی که در خانه بشینه و وقت زیاده تیر کنه و در کل خراب میشه. من خودم بسیار یک تقریبا زیاد وقتم تیر نکردم، در طول یک ماه در خانه ما بودیم، شاید بسیار وزم خراب شده در حساب سی کیس یا به حساب چیزهای غیر قابل بود که اصلا دمی ذهنی آمده بود. میفهم. ولی من فکر میکنم که همیشه وقت آدم باید خودت توقیه کنه، مثال ورزش بره با دوستایی که به حساب رابطایش به حساب یعنی واد ورزش میره و رویش قویسته در این کارا، اون ها میتونه برای اون اندیوالا مراجعه کنه و قطعی از ها استارت کنه هر کاری که میخوایم. یعنی با نشست برخواست با دوستای پوزیتیف یا مثبت باشه. بله. چون انسانای مثبت در ابعاد مثبت راهنمایی یا تشویق میکنه، نه با انسانای منفی. دیگه بهترین کار رامی جان کرده بود که از او حالت واقعا گفتنش آسان است، اما در او شرایط که بلا تکلیف باشن انسان، که از قبولی خبری نباشه و حتی خودت رامی جان گفتی که هندلگری یا مو مسئول کسی که کیس احمد جان را پیش می بود برای شد تا زنگ زده بود که ما کدام چاره نداریم غیری که برات منفی بتیم اگر تو در اینی مدت برات کار فست پیدا نکنی. اما امید خود از دست نداد احمد جان، تلاش خود کرده بود. مگم تقریبا امی زمانی که لول عبدالله مادم و کارم که رفتم و این مسئله قبولی یک چیز بسیار مهم است که هر انسان باید داشته باشه و مثل که در جای مهاجر میشه بتونه فامیل خود ملاقات کنی هر کس میخواهی. مگر در نظر شخصی ما این خوب است که آدم باید هیچ وقت در خانه نبشینه. هر کسی که در خانه بشینه اون مریضیش بسیار زیاد شده میره و هیچ کس دیگه کمک نمیکنه. مگر در نظر ما هست که باید دوست خوب داشته باشی که ارادهش قوی باشه. حتی اون دوست مراجعه کنی و اون دوست تو را میتونه که ببره و این نه که به حساب عدیس از بگیره و سه ماهی را ببره در هر روز که را محکم کنه، ولی این گفت نیست. فقط این که به مو ابتدا ده روز یا چهار روز یا پنج روز اینه ما خودم هم متصف بودیم به حساب ما یک دفعه به پریمورا شده بودم که تو بازم خراب شده بود قبلی ما هم نمیرفت کارایش پیش نمیرفت دیگه نمیشت. مگرم چی بود؟ ما که زیاد خونجگر میشدم یا گریان میکردم یا فقط نماز میخوانم دعا میکردم. این چیز بسیار مهم است. کل ما شما جوانا از هر جایی که آمدیم، از هر ولایت و هر رقم آدم هایی که هستیم، مهم است که ما همیشه وقت نماز خود فراموش نکنیم. ماشاءالله. خدا یه کاری است که همیشه وقت میتونه آدم قطعی موفق باشه. چون یک مطل براتان روی میاد، دین خود ما شما داره میگه که دعا حتی تقدیر تغییر میده. اگر در تقدیر انسان چی باشه، دعا میتونه تغییر بده. این نماز است، با خدا بودن است. اگر خداوند یک کار را بخواه، کار ناممکن هم ممکن میشه. اگر خداوند نخواه که تمام به نظر ما جهان یک طرف شوه، او کار امکان نمیشه. امکان ندارم. مگر از نظر همین که قسمی که تو گفتی، باید آدم همیشه وقت
اگر وقت نمیتونه من برای وقت زیاد هر کسی که بگه وقت نماز نیست برای زو یعنی فکر کو که و آدم دلش در نماز خواندن نیست خیلی ببینیم وقت است از زمانی که از افغانستان ما شما آمدیم تقریبا فرض مثال وقت زیاد نگیرم خیش مثال ما شما در افغانستان به حساب یک افتاوه داشتیم یا یک در کنج اولی یک چار متر پنج متر را تشنابیش دور یا کموتای جسعی میکدی امکانات نبود در کل این تو سعی که او گرم جان پاک اوزان کرده گرم هستی نرم هستی کل جایت قطع و گرم من میگم در نظر شخصی ما هر کسی که بسیار افسرده است وضعیتش هم خراب است تنها کاری که میتونه فقط امت خود حدیث نته و ایره اینمی چیزا را در زندگی خود پیش کنه اکتیویتیت به حساب ورزش بسیار خوب چیز است طرف کام بسیار خوب چیز است و یک دوستایی که به حساب نمیتونی از خانه بیرون برای ما این مشکلات را سر خودم وقت دیر کردیم و ایره خوب سعی میفهمم که چی رقم یک مشکل است این تنها اراده شمیست که دوستای خوب پیدا کنی دوستای خوب بله دوستای خوب پیدا کنی اینا رو مثال ما و لالا عبدالله جان بعضی وقتا اونا میبینیم بین که خودان اینمی الحمدلله که میبینیم یک کلام میشیم دیگه میشیم بله اینا بفهم کل نفرهایی که هر کسی که ویدیو رو میبینه یعنی ملاقات یک دوست بری ملاقات کنی امروش این بسیار فرق میکنه فرض مثال ما یک نفر لالا عبدالله وقتای پیش بود بله او قد ما یک جای زندگی میکرد بسیار وضع خراب بود یه دیگه قد فامیل خود زنگ نمیزد تو تلفون گپ نمیزد مادر گپ نمیزد هیچی گپا بیخی خود بم کرده بود مگر ما در این رابطه میگم این آدم رو مریضتر کرده میرم تا که اینمی چیزا را به حساب در خانه دپریمیره شده بانی و بهتر است که به قد یک کمپیست گپ بکنین مشکلات را به نظر من عامر جان همی است که هر چقدر انسان گوشه نشینی بکنه به اون اندازه از جامعه از دوستای خود دور شده میره بلکن. و انسان میخواد که گوشه نشینی اختیار بکنه از تماس با دوستا با فامیل به مرور زمان کم شده میره و چون این کشور یک کشوری است که در طبق آمار که ما به دست آوردیم 1,000,000 انسانای که از 18 سال بالا است به مریضی افسردگی دست پنجه نرم میکنن و تابلت یا دوای افسردگی میخوانن یعنی در نفوسی که 10,000,000 است 1,000,000 خیلی زیاد است یعنی آب و هوای از این سردی از این کشور و استرس کار تمام از این رول داره و به نظر من یک تپس دیگه می است که کسایی که واقعا از افسردگی رنج میبرن بهتره است که اگر مثلا افسردگیشان یا چرت فکرشان زیاد است میشه به سایکولوژیست یا دکترای روانشناسی هم مراجعه بکنن بعضی سوالا و بعضی معلوماتی است که او حتی اگر دوست نزدیک هم باشه کسی گفته نمیتونه با فامیل هم حتی گفته نمیتونه بهتر است با دکتر شریک کنه با نظریات دکتر استفاده بکنن به خاطر از اینکه اگر وقت سپری شوه به مو اندازه شدیدتر شده میره پس بهتر است که وقایع شوه این کدام گپ بد نیست اگر امرای دکتر کسی ببینه یا مشکلات خود با یک دوست که واقعا خود امرایش کسی راحت احساس میکنه با دوست خود بگیه اما چی میگن تبادل افکار رو باید دل خود خالی بکنه کنه شما در قصه چی داری ما شما که میگه دل اید واده باز وقتا واز نمیشه پیش هر نفر ها یا بیشی در خانه که تو رو واز کنی قدیکی واز میکنی تنها تیپسش اینمیست که الو و یا دوستی خوب داشته باشین اینو بفهمی که برای زندگیت خیلی ند مندازه تاثیر داره فرض مثال من خودم شاگرد نمی آدم در کلاب زیبا اندام بودم عین 2015 یعنی ما از جا تمرین میکردیم کلاب اما جیم خدا می رفتیم دوت تا ما قبولی نداشتیم یا هم در کم بود ما هم بودیم بسیار وضعیت دوست ما خراب بود کلگی ما می فهمیدیم باز یک تقریبا ارتباطات ما لالا عبدالله یعنی ده یا پا تقریبا پین ماه یا چهار ماه یک دفعه در بین ما رخ داد که ما یکی دیگه خود ملاقات نکنیم بازم اینال شاید اینمی مسئله هستیم که مثال ما سیکس پروبلم گرفته یاله مرا بخاطر امازی چرا که ما دوستای خودم ملاقات نکنیم من میال مثال اینمی فرض مثال اینمی شاوی که ما آمدیم قیمت ملاقات کردیم من میال چی شدیم لالا
یک تغییر میفهمی که یعنی چقدر سر روی تو خوب پوزیتیو سر روی بسیار تاثیر اومده و یکی دیگه که همی آدم کلام از کلام برداشت میکنه تیپس برای یکی دیگه خودم دادن این بسیار خوب چیز است دقیقاً از نظر من میکنه دوستا تنها تیپس این کمی است پلی استیشن بیخی بند کسی که میخواه از هم سعی خودم فوکسیره دمی کار کنه های ساعت خواه تقریبا 4 ساعت یا 5 ساعت که چی رقم کارهایی که تو میکنی ایرم بکنه در ابتدا حتی در خانه نباشه که خانه شیشتی دپریمیره میشه او خیلی با سیعتت میده میشه خیلی ببینیم ای تو شوی که بای صبح سیعت جور باشه و این مال مثال که تو را دیدم مصاد عبدالله ما اینمیال قیتو گب زنیمه میخواه اینمیال سیعتم جور شد این اون مثال هم اینمیت یک فرض مثال است که اگر شما هم اینمیسی ما و لال عبدالله یک نفر به حساب که سخت است که از مشکلات ها برای تو میتونی به حساب یک دوست قد خود چی کنی؟ قد خود انتخاب کنی که خوب باشه نه که از اون چیزهای تو بستغفر الله و سخنا نباشه تشکر آمی جان واقعا بسیار لذت بخش بود هدف ما از این ویدیو اینمی بود که بعضی وطندارا و دوستا افغانای ما هستن مشکلات اقامه دارن، مشکلات کاری دارن مشکلات زندگی زیاد است از وطن کسی دور شوه مشکلات زیادتر میشه و هدف ما از این ویدیو ای بود که یک پیام باشه، یک انرژی باشه و دوستا بتیم یک امید باشه که دوستا هیچ وقت امید خود از دست ندن همه چیز زندگی خوب میشه و خداوند اعتقاد داشته باشن و خواستیم در این ویدیو یک آمد جان نظریات خود شریک کنه که کرد دیگه تشکری سپاس میکنیم از آمد جان با امید همکاری ما همراه آمد جان هستم در ویدیوهای بعدی دیگه اوقات خوش داشته باشین آمد جان کدام گفتنی داره فراموشتون نشوه که ما وزی استاد استاد عبدالله بخیر یک برنامه همین تمرینی کلاب که به حساب در این حساب به حساب تشریحاتی که بدن خود آدم چی رقم جور میشه بدن چی رقم یک نفر جور میکنه یعنی ما و تو در کل استاد هستیم آه انشاءالله اول این استاد ما هسته باید بخاطر امیده که همین بگم لال عبدالله که از استاد ما هست خواهش میکنم من همین تو گفتیم برای ما خیلی ارزش هم زیاد داره خواهش میکنم و همین ابتدا در امی کاری که و میخوای آغاز کنه اولترین کارش صبر دست نتا و یا خانه زیاد نشینه نه خانه بیرون برای میفهمی کسایی هسته که سر سختی میکنه بیرون برای تیپسی من هسته دونمودان دروازه چبلی که میری بیرون یا کفش است جاکت هلس دوک یا وسایل دیگه که دپریمیره شدی نمیتونی از خانه برای باید اونم چیزها رو در بغل دروازه اوزان کنی که تو خود بدانی زودتر از خانه اوت کنی بیرون و منایزی ای که به حساب اگر تو در خانه مانده رفتی و دپریمیره شده میری یعنی این تیپس ها از ما هستن که میتونی تجربه شده